از حامد به ناصر دو بار. عملیات با موفقیت انجام شد. همه مهاجمین هلاک شدن به جز یه نفر که به شدت زخمی شد. شنیدم حامد سری مصدوم به بیمارستان منتقل بشه. من اون زنده میخوام. شنیدی؟ شنیدم. چی شد؟ من یه ماشین میخوام. فقط یه دقیقه دیگه. این منو میخوشه. تو رو خدا هرچی چی کار میخواد بکنه دیگه؟ گفتم برادرش نیست. میتونی بزنیش؟ از شما بفرمایید. ولی ریسکش بالاست. بزنمش قربان. نه. فعلا دست نگیر. چی شد؟ اینجا ماشین چی داریم؟ یه شاسی مشکی اونجاست. بودو. بودو برسده. بودو بیارش. چند قربان. سری بخشی زده تماس بگی سریع آمبولانس بفرست سریع چش قربان مرکز مرکز ناصر مرکز مرکز ناصر مرکز بپوشم سریع یعنی آمبولانس به خیابان 25 شمالی اعزام کنید مرکز ناصر شنیدم Thank you.
فرار فایده ای نداره. تا چند لحظه دیگه اینجا پر پلیس میشه. راه فراری نداری. صدامو میشنوی؟ خودتو تسلیم کن. از اون بالا افتاد پایین، هر چی گشتم دیگه پیداش نکردم. از اون بالا؟ آره، بگردیم این پیداش میکنیم. شما هم بیاره بگردیم. بیا بیا، خیلی خوریزی داری، بیا. لادن نعمتی چی شد دکتر؟ گلوله مغزش رو داغون کرده بود. دست بذار اینجا، تکونم. یواش کن. تیر خوردین؟ مهم نیست. زخمش عمیقه دکتر؟ داری میبینی که جان سرگرد، ده چه اتفاقی افتاده؟ اون زدتون؟ منم زدمش پورهادی، دقیقاً اینجاش. از اون بالا پرت شده، احتمالاً افتاده توی این ماشین. مجروحه، نباید خیلی دور شده باشه. یواش تکون نخور. از مرکز اطلاع دادن لادن نعمتی هیچ برادری نداره. پخش داده بریم. بریم. تکون نخور. چرا تصفیه حساب نکن. یواش. لعنتی. شاکر اینو میشناسی؟ پاکت پیسی مهندس ثابتیه. Thank you.
به جای خوب. عوض سلام. راحت باشم. سلام علیکم. سلام. لاغر کردی نیم؟ بله. شما بهتری؟ قربان تو برم. چون سرگل کاش این گلوله تو فرق سر من نزار با شما نمیم. سلام. خوب هستی؟ آره خوبم. فقط این مصاحبه مطبوعاتی خستم کرد. بچه بری سرکار. سلام جم سرگل. سلام. چه خبر؟ هیچی. منتظریم. از تمام بیمارستان ها و مراکز پزشکی استان استعلام بود. خب. هنوز کسی با این مشخصات مراجعه نکرده. هر وقت به یکی از این مراکز بیاد فوراً گزارش میدن. البته من که فکر نمی‌کنم زنده مونده باشه جناب سرگرد. یه تیر تو گردنش خورده، از اون بالام که افتاده پایین معلومه چی میشه دیگه. از سارق دستگیر شده چه خبر؟ هنوز تو کماست. با دایره سرقت مسلحانه امان کو می‌خوام ببینمش. حتما. فایل کامل موارد گشت اینترنتی چند روز گذشته رو گرفتم. دستت درد نکنه. هم برای شما هم برای جناب سرهنگ گذاشتم رو شبکه. اونایی هم که پیگرد قانونی داشت برای دستور پرینت گرفتم. بفرست برای جناب سرهنگ. اجازه خوب. حمد. جناب سرهنگ تشریف بود. باید جزده. سلام جان سرک. آزاد باش. سلام. سلام قربان. سلام بروز. چطوری؟ خیلی ممنون خوبم. باشه امروزم استراحت میکردی. نه دیگه نمیخوام فرصتی از دست بره. پیداش میکنیم. نگران نباش. آره آدم کامپیوتری خیلی نمیتونه از اون دور باشه. اینه که چند تا تیمو گذاشتم مشغول گشتنی توی نت هستن. مواظب سلامتیت باش. لازمت داریم. چشم. مشکلی چیزی نیست؟ راحتی؟ نه الحمدلله خوبه. فقط یک کمو کسایی هست که اونم داره برطرف میشه. فقط اومدم یه سر بهت بزنم. خیلی لطف کردی. قربون شما. دوست دارم. یه دقیقه نه. گیر؟ گیر نده. جناب سرهنگ. خسته نباشیم. این چیه؟ ببخشید این چند مورد گشت اینترنتیه. من میخواستم بیام بالا بدم خدمتتون توی دفتر. من خودم میبرم بالا. بفرمایید. بله. جناب سرهنگ ببخشید من میخواستم جسارتا بپرسم در رابطه با کار خودم اون مشکلی که داشتم. باید زمانش برسه. با جناب سرگرد هماهنگ کن. این موضوع رو تا اولین جلسه به من یادآوری کن. ببخشید قربان. با جناب سرگرد موعد هماهنگ کردم. بعد از اون برای دیدن سارق میتونید بریم میبرنستم شما. خیلی خوب ممنون. ای بابا حالا چه وقت مهمونیه؟ مهمونی قربان؟ آره وبلاگ دبیرستانمونه. اولین باره که مهمونی گرفتن. چه جالب. حتما با دوستای قدیمی خیلی خوش میگذره. اصلا حوصله‌شو ندارم. جسارته ولی الان برای روحیتون خوبه. مگه روحیم چشه؟ هیچی. عالیه عالی تر میشه. چی هستی؟ واسه کی کار میکنی؟ جسارت جناب سرگرد. ولی اون چیزی نمیشنوه. پس کی قراره بگوش بیاد؟ سه تا گلوله بهش اصابت کرده. یه گلوله تو سرش خورده. فعلا هیچ چی معلوم نیست. این تنها سر نخمونه دکتر. من نمیدونم چجوری. ولی نظر ببین. ما تمام تلاشمون رو میکنیم.
خدا ازش نگذر. کاش یه چند روز میموندی خونه، نمیرفتی سر کار استراحت میکردی. نمیشه، روزای حساسی، نمیتونم برم. دست درد. بابا منم بیام دیگه، من که بچه نیستم. بزرگاش هم همه جا نمیرن. خب اونا که دوستاتونن، غریبه نیستن. پسرم عزیزم، من یه زمانی با اونا هم مدرسه‌ای بودم، الان معلوم نیست هر کدوم چی کاره شدن. بابا سهیل جان اینقدر اصرار نکن پسرم، وقتی بابات میگه صلاح نیست حتما یه چیزی میدونه دیگه. این دفعه من میرم، اگه مهمونیاشون مناسب بود دفعه بعد تو رو با خودم میبرم. باشه؟ قول مردونه. دست درد نکنه سفایی، برو شبت بخیر. نه خیر قربان، من هستم، شما بفرمایید. یعنی چی؟ نه آجون، برو خونه استراحت کن، فردا داره میبینمت. شما راحت بشین، من هستم، تا هر وقت طول بکشه مشکلی نیست، من همینجا تو ماشین استراحت میکنم. خیلی خوب، هرجور راحتی. ابتکار خیلی خوبی، هم طراحی وبلاگ، هم جمع کردن بچه‌ها بعد این همه سال. سلام چطوری؟ دعوت اگه قبول نمی‌کردم بی‌معرفتی. برام از احمدی پذیرایی کردی؟ بابا تازه اومده. تا بشینین سر یه میز الان میرسم خدمتتون. ممنون. بذارون بیا. بفهمه. میگم با اینکه خیلی از این آدم رو نمیشناسم ولی حس خوبی دارم. اتفاقا چند تا از همکلاسیات گفتن ولی نیست که هنوز نیومدن. شانس ماست دیگه. بهترین فرصت بود برای تجدید دیدار. آره. چقدر حیف که من تو این سالن فرصت طلایی رو از دست دادم. به خدا. آقا تو این 10 سالی که این تصمیم عملی کردم خیلی اتفاقات جالبی تو این جلسات افتاده. بفهم. سلام. از زمین برا بعد سوالا بالا. الان مشغول چه کاری هستی برام؟ مدیر تجارت الکترونیکی شرکت پدرخانه هستم. اه؟ تو چی کار میکنی؟ من کارمند دولتم. کوچولو مچولو چی داری؟ هنوز که هیچی. من پسر بزرگم 14 سالشه. اه؟ آره؟ یه دختر 6 ساله هم دارم. ماشاءالله. ما هم یه مسافر کوچولو توی راه داریم. به سلامتی. پس تازه ازدواج کردی؟ نزدیک 4 ساله. چرا انقدر دیر؟ برای ما دیر پیش اومد دیگه. من برنامه‌های دیگه‌ای داشتم. مثلا کامپیوتر خوندم که برم. اما خب خیره ایشالله، الان که راضی هستی؟ آره خدا رو شکر. خب الحمدلله. آقای مهندس شام حاضره، مهمونان منتظرن. بفهم خوش بود. بچه ها سالات؟ نه من قربونه سالات نمیخورم. بابا تمیز شد سالاتی نیست. مجید بخور من. خیلی ممنون، دستون در نکنم. فقط این بچه ها چیزی کم نداشته باشه، به همین میزه سرکشی بود. شام خوبی بود. حالا خرجش خود چیه؟ نگران نباش، دونگ تو یکی رو ازت میگیری، فقط بذار دستت خوب شه. ما در خدمت. بچه ها بلوتوس ها همه روشن، هر کی بلوتوسش رو روشن نکنه از دست داده. زود باشین. موبایلت در گوشی من این بلوتوسی ها نیست، اصلا این ساده هاست. حالا بلوتوس ندارم. ای بابا اب نداره، از گوشی من نگاه کن. بلند شو. قضیه چیه؟ هیچی، گاهی این ارژنگی بلوتوس های رو میکنه لاکردار. عجب یه بلوتوس رو دیدی؟ یارو با خره داره کشتی میگیره؟ ای بابا اون خره که قدیمیه، الان یه دونه جدید دارم شیره است. تکراری نباشه. ارژنگو تکراری؟ از اون حرفا زدی ها؟ خب بگیریم ببینم اولیشو. اومد ما نرسیم. هر جنگ اینا چیه میفرستی؟ آدم دلغشه میگیره، من که پاکش کرد. الان یه دونه برات خنددارشو میفرستم. بگی اینه. بچه ها سب کنید ساکت. یه دونه آس دارم، چون امشب مجلسمون مردونه است میخوام بفرستم. سب کنید. بگی
اینم رسید. برو بابا تو هم گوشی تو عوض کن، هرچی بود رسیم میگه نمیدونم. کسی بودو دوست داره رو دست هرجنگ بفرسته؟ خب بچه بگیریم ببینم بعدیشو. هیچ، ولم کن. یعنی چی ولم کن؟ آخه یهو چت شد. تنها هم بذار بروز. تو نگه چه اتفاقی افتاده من از اینجا نمیرم. چی بگم؟ مرود اون عکس میشه؟ اون عکس رو میشناختی؟ آره؟ زنمه. چی میگیس؟ یه دقیقه بیا، بیا اینجا، بیا اینجا، باشو بیا، یه دقیقه بیا، اون اکس از کجا آوردی؟ کدوم یکیو؟ اکس اون خانه از کجا آوردی؟ دست تو بندات به تو چرا تو داره؟ جوگر خانت، من سرگرد آقاییم، اون اکس خواهرم بود که صافت از کجا آوردیش؟ ها؟ به جون خودم از بچه ها گرفتم احمدی، کارت حافظه ایتا تو دارم، زود باش، یلا فردا صبح اول وقت میای در آقای مرکز ساختمون شماره دو، فهمیدی؟ کجا؟ ساختمون شماره دو کجا؟ اداره آگاهی ساختمون شماره دو جام سر برد. مزاحم تو شدم؟ نه بابا، کاش میذاشتی به ماشین خودم. حالت مساعده رانندگی نبود. بهم اعتماد کن، من قول میدم حلش کنم. عکس به احتمال زیاد مونتاژ شده بود. بهرام فردا به زنگ میزنم. باش، خداحافظ. خداحافظ. بهروز، کی اومدی؟ یه ساعتی میشه، بیدارت کردم؟ نه. پس چرا نمیای بخوابی؟ تو الان باید استراحت کنی. داری دنبال این خیر ندیده میگردی؟ آره، اینجور آدم ها رو باید اینجاها گیر انداخت. خدا به خیر کنه، من که هرچی میگذره بیشتر نگران سهیل میشم. دعایم پای کامپیوتره، میترسم خدای نکرده یه وقتی اتفاقی براش بیفته. تو بی خودی خودتو ناراحت میکنی. سهیل تکلیفش روشنه، داره رو برنامه کارش رو انجام میده. منم مراقبشم، تو دیگه نگرانی چی هستی؟ بهرامه. الان؟ الو بهرام. آقای احمدی؟ شما؟ من پاک نجات هستم، پدر خانم بهرام. اتفاقی افتاده؟ خانم دکتر زفری اورژانس.
سلام. من احمدی هستم، سرگرد احمدی از اداره آگاهی. منم سیویش پاک نجات هستم. پرستار امیدوی اورژانس. چه برای سر بهرام اومده؟ بفرمایید. من یک شرکت بزرگ تجاری دارم. بعضی شبا اونجا میمونم که کارام انجام بدم. امشب هم اونجا بودم که بهرام اومد. اون وقت شب مثل سابق نداشت که بهرام بیاد اونجا. خواسته آمد نداره بدم! اون چی شده؟ این سرانه اینجا چی شده؟ بهرام مدیر تجارت الکترونیک و مسئول سیبر مرکزی شرکت بود. من بدون اون فلج میشم. ما باید به کل شبکه و سیبر مرکزی شرکت شما یه نگاهی بندازیم. شاید چیزی پیدا کردیم. میگم کامپیوتر شخصی بهرام هم به اداره منتقل کنم. موبایلش هم میخوام. من فکر میکنم انگیزه خاصی باید پشت این کار باشه. من حرف ندارم دیگه مثلا. فقط باید مشکلی نگران نباشید. ما هماهنگ با شما عمل میکنیم. فقط شما هم باید طبق روال یه شکایت نامه رسمی تنظیم کنیم. من راهنماییتون میکنم. بفرمایید. متشکرم. تا یه ساعت دیگه تیم کارشناسی باید تو شرکت پاک نژاد مستقر شده باشه. حسام با نیازی و دو تا از بچه‌ها میرین اونجا. رو سرور مرکزی شرکت کارتون رو شروع میکنیم. مجوزا چی شد؟ حاضره قربان. اگه اجازه بدید همین الان میریم. خیلی خوب شما برید. شاکری. جانم. گفتم کامپیوتر شخصی بهرام رو بیارن اداره. کارتو بی معطلی رو کامپیوتر شروع میکنیم تا حسابم کارش به شرکت تمام بشه. خانم از دایره سرقت مسلحانه چه خبر؟ پیگیری کردیم قربان. خبر تازه‌ای نیست. متهم هنوز به گوش نیومده. خیلی خوب شما هم میتونی برید. بله. بشین. خب بگو ببینم اون عکس از کجا آوردی؟ به جون خودم از توی سایت پیداش کردم. کدوم سایت؟ اون فقط یه بلوتوث جام سرگاه. بگو بلوتوث مرگ. تو میدونی الان بهرام تو کماست؟ میدونی؟ بهرام؟ پاشو. پاشو بشین اونجا کانکت شما اون سایت رو میخوام. پاشو. امید کمکش کن. آنلاینه. بله. خیلی خوب من خودمو میرسونم. معلوم نیست برای تفریح یه مش آدم ندونم کار چند تا خانواده دیگه باید با این عکسا نابود شن. این آشینه. این شماره موبایل چیه؟ این شماره تلفن قبلا نبودم سرگرد. بگیرش امید. بهرام قطعش کن. این دیگه شوخی نیست، بی شرمیه. گوشیت پیش ما میمونه، بدون اجازه منم از تهران خارج نمیشه. چشم. اما جناب سرگرد به خدا قسم من این وسط بی تقصیرم. شوخی با ناموس مردم، اونم یکی مثل بهرام. بررسی میکنم میتونن برن. بله قربان. داخل
سلام جناب صدر. سلام، چه خبر؟ چیزی پیدا کردین؟ آخه قربان، فعلا که چیز خاصی پیدا نکردیم. فقط انگار ایشون یکم از حضورمون ناراضیه. خیلی خوب، من اینو خودم حلش میکنم. شما به کارتون برسید. بله خوب. سلام آقای پاک نجات. آقا من با این شرایط کاملا دارم مستحصل میشم. یه طرف دامادم که مثل پسرم میمونه دارم از بین میره، از یه طرف دیگه آبروم در میشه شرکت خارجی از بین میره. جناب صدر، خواهش میکنم شرایط من درک کن. ما میل باکس بهرام رو بررسی کردیم، به مورد خاصی بر نخوردیم. فقط یه آیدی ناشناس چند تا ایمیل تهدید کننده براش فرستاده که بیشتر شبیه یه شوخی مسخره است تا تهدید جدی. بهرام ایمیلش رو باز کرده بود؟ نه خیر جناب سرهنگ. بهرام تو زمینه کامپیوتر یا آدم کاملا حرفه‌ایه. یا آیدی رو میشناخته یا چون نمیشناخته از ترس آلوده بودن به ویروس بازش نکرده. به نظر من به طور دقیق اون میشناخته. بازش نکرده چون احتمالاً از محتویاتش با خبر بوده و حذفش نکرده. شاید فکر کرده به دردش میخوره. مثلا به عنوان مدرک. مثلا. منم به کمک شاکری عکس خانم مینو پاک نژاد رو آنالیز کردم. یه مونتاژ کاملاً حرفه‌ایه. اون عکس مال مهمونی خانوادگیه که فقط صورت عکس بهشون تعلق داره. پس احتمالاً باید به دنبال ردپای ویروس‌های نفوذکننده باشه. بله. اما ما هنوز به مورد نگران کننده تو شرکت بر نخوردیم. بیشتر با انبوه ارتباطات بین‌المللی روبرو شدیم تا موارد مشکوک. به احتمال زیاد قضیه ریشه ناموسی داره. یا عاشق قدیمی یا مثلا یه خواستگاری که جواب رد شه. خصومت شخصی با خود بهرام اسدی هم میتونه به عنوان یه انگیزه مطرح باشه. حتی ممکنه طرف برای اخاذی چنین کاری بکنه. من فکر می‌کنم اون هدفش بیشتر خود بهرام تا همسرش. به نظرم پاک نژاد همه چی رو به ما نگفته. ببین مینو پاک نژاد تو چه وضعیتیه؟ بعد یه سوالاتی هم از اون بپرسم. بله چشم، هماهنگ می‌کنم. میل باکس خانم پاک نژاد هم بررسی کن. باشه. جناب صاحب، مورد دوم، همونطور که مستحضرید در رابطه با پرونده قتل مهندس ثابتی و اقدام به سرقت از بانک ایران و اروپا، هنوز سر نخی که ما رو به متهم اصلی برسونه به دست نیومد. اینه که زمان به نفع فراری داره طی میشه. شما چی صلاح میدید؟ حساسیتتون رو درک میکنم سرگرد. در ارتباط با این پرونده لازمه با دایره جنایی و بقیه دوایر هماهنگ عمل بشه. با خونی که از اون رفته ممکنه جنازه‌اش گوشه و کنار شهر پیدا بشه. راستی از تنها سارق زنده مونده چه خبر؟ متاسفانه هیچی قربان. دیروز تو بیمارستان رفتم بالای سرش. تو شرایطی نیست که فعلا بشه چیزی ازش در آورد. اینطوری شرایطتون سخت میشه. تا حساسیت و موضوع بیشتر از این نشده باید جمعش کنم. همینطوره قربان. به هر حال من دستور هماهنگی رو میدم. موضوع دیگه؟ عنایت فرمودید. قربون شما. به کارتون برسیم. جناب صاحب، پچه رو مطرح نکردیم. دیدی که موقعیتش مناسب نبود آقا. آخه من فکر میکردم جناب صاحب. بس کن شاکری. گفتم بسپر به من دیگه، من درست میکنم. شما برو سر کارت. سلام. سلام. احمد آقای اسدی رو ببینم. خیلی کوتاه. بفرمایید. ممنون. بهرام جان، بهرام، پرستار، آقای دکتر،
دکتر من حتی صداش هم ضبط کردم. داشت به هوش می اومد. باشه. فعلا مشغوله. بچه‌ها دارن روش کار میکنن. من خودم خبرتون میکنم. آقای دکتر تو رو خدا مواظبش باشینا. قربان شما. فکر میکنی زنده بمونه؟ با خداست. من خود زنشم بار داره. خواستش دعا کن مجده. الهی بمیرم براش. ایشالله خدا شفاش بده. به خدا من همهش براش دعا میکنم. ببینم تو امروز اصلا رفتی دکتر؟ وقت نشد که. فردا میرم. بهروز تو جونه و سهیل اینقدر امروز فردا نکن. فردا میرم بخواه. سلام. چیه؟ انگار نتیجه پروژه مثبت بود. آره؟ بله. میخوایم ببینی؟ چطوری؟ الان؟ الان دیگه نه. باشه بعد از شام. خب پس بریم تو بحث پروژه شام دیگه. البته بعد از پروژه شستن پاهای جناب عالی. بابا مامان تازه هفته پیش شستم. چقدر بشو؟ بودو به هنر بود پات خفم کرد. قربونش برم. پاشو بیا بابا شام بخوریم. پاشو بیا. پاشو پات بو نمیده؟ نه. دیگه از این بدتر نمیشه. این خبرنگارا هم دنبال فرصتن که برای آدم داستان درست کنن. خب میتونی شکایت کنی. بابت چی؟ نوشتن واقعیت؟ نتیجه استعلام از دوایر چی شد؟ موردی که با فراری ما مطابقت داشته باشه تا این لحظه هیچی قرار. از اون فایل صوتی چه خبر؟ تا یه ساعت دیگه آماده میشه جناب سرگرد. به جمع نیازی. به جمع وقت نداریم. شما قبل از ازدواجتون با کسی ارتباط یا صمیمیتی نداشتین که مثلا بخواید بشی عکس یادگاری بدین؟ سرگرد شوهر من داره تو بیمارستان میمیره، اون وقت شما؟ خانم همسر شما دوست منم هست. شما هنوز اصل ماجرا رو نمیدونید. اصل ماجرا؟ بله. اون شب تو مهمونی یه بلوتوث برای همه فرستاده شد که همسر شما هم اونو دریافت کرد. و متاسفانه فاجعه از همون بلوتوث شروع شد. بلوتوث؟ بله. میتونم اونو ببینم؟ البته خودتون رو کنترل کنین. ساختگی بودن عکس برای پلیس محرز شده. خاک بر سرم شد. این چیه؟ ما این عکس رو کاملا آنالیز کردیم. یه مونتاژ کاملا حرفه‌ایه. خانم فقط شما باید یادتون بیاد که این عکس رو قبلا به کسی دادین یا نه. هیچ‌کی عکس ندادم. شما چرا بیکاری؟ نوبتی کار میکنیم قربان. خودتون گفتین شرکت از کار نیفته. سلام جناب فکر میشد. سلام جناب. بتونید تمامی صحبت کنیم؟ خواهش میکنم. بدون حاشیه برم سر اصل مطلب. بچه‌ها. میخوام بدونم مینو خانوم هیچ خواستگار سمجی نداشتن؟ غریبه، فامیل، مثلا کسی که جواب رد شنیده باشه؟ دختر من خواستگار زیادی داشت. به هیچ کدوم از اونها شک نداریم؟ سرگرد، اونا همه آدم حسابی بودن. شما باید دقیقا به من بگین اون شب بین شما و بهرام چی گذشت؟ ببخشید جناب سرگرد، یه لحظه تشریف بیارید. من میرم دفتر. خدمت میرسم. چی شده؟ اون آیدی ناشناس یادتونه؟ خب با ردش رو اینجا تو بازیابی اطلاعات پیدا کردیم. نیازی بشه.
اون اطلاعات نشون سرگاه. این همون آیدیه. حدود یه سال پیش از همین شرکت اون ایمیله برای بهرام فرستاده شده. الو سلام. چی؟ مطمئنی؟ خیلی خوب ممنون. بیا. بله بله. اقدام میکنم. مطمئن باشی. داخل. بله بله. بعدم مذاکره میکنیم. باشه. خداحافظ. چی شده سرگرد؟ شما دارین یه چیزی از ما پنهون میکنید. لطفا یه آقای پاک نژاد ببریم برای بررسی. اینا رو لازم دارم آقا. ببخشید. شما شخصی به نام رامسین یا رامین میشناسین؟ ما رد پای اون آدم حتی تو شرکتتون هم پیدا کردیم. این دیگه صرفا نمیتونه یه شوخی باشه آقای پاک نژاد. رامتین؟ رامتین شبسته. اول فکر کردم با مینو دعوا شده، اما اونا خوشبخت بودن. بهرام پسر آروم و مؤدبی. اون شب بهرام اومده بود تا کلی منو به خاطر رامتین سرزنش کنه. رامتین قبل از بهرام مسئول شبکه شرکت بود. من ازش راضی بودم، اما بهرام به خاطر لیاقتاش خیلی زود جا افتاد و همه کاری شرکت شد. خب معلومه یواشاش دیگه جای رامتین تنگ شد. ای خدای من، یکی دورم مینو رو از من خواستگاری کرد. ای من مخالف بودم. جناب سرگرد، رامتین خواهرزاده منه. من نمیترسم دخترم رو قربان یک اختلاف بزرگ فامیلی بکنم. میدونی چرا؟ چون من و خواهرم همیشه سر ارث پدر مشکل داشتیم. هر چقدرم رامتین قسم بخوره، من باور نمی کنم که رامتین دخترم رو برای خودش میخواست. پس اون شب که اومد پیش تو مشخصا راجع به این موضوع صحبت کردین. چیزی که بهرامو خشمگین می‌کرده این بوده که انتظار داشته شما اونو بنشونید سر جاش. رامتین الان کجاست؟ پورهادی. بله قربان. آدرس خونه، شماره موبایل، کد ملی، شماره گواهینامه، هر چیزی که میتونین ازش پیدا کنین میخوام. بله. فایده نداره. اون 8 ماه پیش از ایران رفت. ما راهی دیگه ای نداریم. شما تنها کسی هستی که اونو میتونه بکشونه ایران. اون گفته تا آخر عمرش منتظر مینو میمونه. خیلی خوب. بهش خبر برسونه که طی حادثه ای بهرام رفته کما. امیدی هم به بهبودش نیست. باید ترغیبش کنی که برگرده. صبر کنید. اون تلفن‌های ماهواره قابل ردگیری نیست. میخوام مکالمه رو بشنوم حساب. بله. یزید، بلنگو امرته. بله. زود برداری. میشنوید هم ضرب میشه. بسیار خوب. حواستون باشه که گونه برای پلیس باش اومده وسط.
علت به کما رفتنش هم تصمیم سختی بوده که داشته. الو الو سلام دایی، خوش خبر باشی. سلام دایی، شاید تو تنها کسی باشی که از یه همچین خبری خوشحال باشی. شده دایی، بیشتر از این منتظرم نذار. دایی خودت میدونی فقط یه خبری که منو خوشحال میکنه. طوری شده دایی جون، تو میتونی کاربارت رو جو ول کنی و بی اینجا کمک دایی؟ واسه چی دایی؟ ببین دایی جون، هر چی زودتر بیای بهتره. شرکتم داره نابود میشه، بهرام در دستم میره. واضح تر بگو دایی، چی شده؟ بهرام یک تصادف شدیدی کرده، الان تو کماست، هیچ امیدی هم به بهبودیش نیست. نمیدونم چی بده. عجب بیارده است، مگه من مردم شما اینجوری گریه میکنی؟ امشب یا حد اکثر فردا بلیتو جور میکنم و خودم میرسونم بهتون. من میدونستم این آدم به درد خانواده ما نمیخوره. منو حالش شده. اونم شوکه است. مادرتم بهش چیزی نگفتم، اونم حالش خوب نیست. نمیخوام چیزی بفهمه. ببینم تو کی میای؟ شماره پرواز رو من بگو که من بدونم. چش دایی جان، بهتون زنگ میزنم. خیلی ممنونم عزیزم. خداحافظ دایی. خداحافظ. کارتون خوب بود آقای پاک نشد، اما بعداً باید بابت کتمان حقیقت پاسخگو باشیم. این گوشیتون هم فعلا پیش ما میمونه. احسان، ترتیب مجوز گوشیشون رو بدید. بله قربان. پرواز شماره 475 از مقصد فرانکفورت هم اکنون به زمین نشسته. The flight number 475 arrived to Tehran. آقای رامتین شبستری؟ بله. من سرگرد احمدی هستم از اداره آگاهی. شما باید با ما بیاین. نمیفهمم، مگه چی شده؟ تشریف بیاری متوجه میشیم. جناب سرگرد، من دوستم حالش بده، برای اعادت اون این همه راه اومدم. منظورتون بهرام اسدیه؟ جناب سرگرد نداری، ساکش. سرگرد میتونم میخواهش کنم اول یه سر بریم بیمارستان؟ دلم میخوادم بهرام ببینم داییم. بعضی از اشتباهات غیر قابل جبرانه. بهرام دوست خوبی بود، اون حتی رقیب خوبی هم بود. فکر نمیکردم کارش به اینجا بکشه. کینه فقط زندگی آدمو تباه نمیکنه. شما باز داشتین، نیازی نیست. امیدوارم زنده بمونه. دایی نمیخواستم اینطوری بشه. منو ببخشید. آقای دکتر مدرسی،